تموم شد دیگه؟ آره دیگه تموم شد. همه رفتن دیگه، مشتری نمونده؟ همه رفتن به جز یکی. به جز یکی؟ ببخشید ما باید اینجا رو ببندیم. خانم. چیه؟ میگم که ببخشید ما باید اینجا رو ببندیم. خب من که به شما کاری ندارم، من اینجا نشستم. خب شما باید برین تا ما بتونیم اینجا رو مرتب کنیم، بعد در اینجا رو ببندیم. خب مرتب کنیم، من کاری به کارتون ندارم که. برو مرتب. مگه نمیگی کار داری؟ ده برو دیگه. بایستو تموش. نگاه کن دختر پرو پرو صاف میگه من نمیرم، میخوام همینجا بشینم. حالا چیکار کنی؟ هیچی، من میدونم چیکار کنم. حالا میرم با تیپا اینجا پرتش میکنم. نه امید، درد سر درست نکن. راست میگی بابا، معلوم آدم حسابی نیست. یعنی چی؟ تو از کجا میدونی آدم حسابی نیست؟ تو دل مردمی؟ بابا جونو من میگی چیکار کنیم پس؟ چطور تک تک بریم اونجا بشینیم براش قصه شب بگیم که خوابش ببره ها؟ بابا الان زنگ میزنه عصبانی میگه چرا نمیریم خونه؟ خیلی خب من الان خودم میدونم چیکار کنم. بذار برم ببینم حرف حسابش چیه. اینا رو باید مثل خودشون باشون رفتار کرد. امید مواظب باش. گفتم نمیرم. چیکار میخوای بکنی؟ من حالا اینکه ما خسته ای میخوایم اینجا رو ببندیم به کنار. شما خودتون فکر نمیکنید که الان ساعت مناسبی برای رفتن به خونه نیست؟ خونه؟ اصلا کی گفته که من قراره برم خونه؟ سیگار؟ نه خیلی نه، من سیگار نمیکشم. ببخشید اینجا سیگار کشیدن ممنوعه. زیر سیگاری؟ ببخشید این سر ته گذاشته. میبینی آرزو دختر فراریه. حالا تو چرا هول کردی؟ نه من کجا هول کردم، من بخاطر تو و مامان میگم. اصلا به نظر من شما برین خونه خیلی هم بهتره. مگه میشه تو بمونی با این دختره؟ اصلا من میگم یه کار کنیم، بیا به آقا جون زنگ بزنیم. نه بابا چی زنگ بزنیم آقا جون؟ بیا تو هم تا یه چیزی میشه میخواد زنگ بزنی به یکی، من خودم حلش میکنم. بفهم اینم چجوری حلش میکنی سوپرمن؟ کاری نداره که، سر سود زنگ میزنم پلیس بیاد. زنگ بزنی به پلیس؟ اون وقتی که دختره دروغ سر هم کرد گفت من آشنای اینم، وقت تو میخوای چیکار کنی؟ آشنای من؟ من به گور من یعنی ها چه اینجوری نگاه میکنین؟ چرا یه جور نگاه میکنین؟ نگاه همه دوستای من دختر پسرای فراری هن. صبر کنید من برم ببینم حرف حسابش چیه. شاید پول بخواد. بی خود کرده پول میخواد. صورت حساب براش دارم تمیز. از عصری تا الان نشسته اینجا هر چی دلش خواسته کوف کرده پولم میخواد. شماها جلو نیاد. بذارید من برم ببینم حرف حسابش چیه. ببین خانم جون وقتی تو تلف نکن. زودتر زنگ بزن به 110. 110؟ بله پس میخوای چیکار کنی؟ تا صبح بر به من نگاه کنی؟ آخه برای چی 110؟ برای اینکه 125 آتش نشانیه، 115 اورژانسه، 119 ساعت گویاه، 199 هم اطلاعات پرواز خارجیه. یه میمونه 110 یالا دیگه. یعنی تو واقعا میخوای پلیس بیاد اینجا؟ بله من اصلا اینجا منتظرم که شما برین پلیس خبر کنین دیگه. بابا این دیوونه است. جز به این شمارهایی که گفت شماره بیمارستان امراض روانی رو نگفت؟ اتفاقا خیلی هم عاقله. ولی نمیدونم یه چیزی شده. من اصلا نمیفهمم شما برای چی اینقدر معطلش میکنی؟ بابا وقتی که خودش راضیه اصلا من میرم زنگ میزنم 110. آرزو چیکار میکنی؟ گوشی رو بذار. صبر کن ببینیم چی میشه. مامان خب دختر خوب راستش من نمیدونم اسم تو چیه. نیوشا. مامان اینجور دختره که اسم راستکیشون رو نمیگن اسمش نیوشا نیست. خب حالا هرچی نیوشا جان، برای چی دوست داری پلیس بیاد اینجا؟ خب وقتی بیاد اون وقت میفهمین دیگه.
خب تو که اینقدر حرف داری با پلیس بزنی، خودت پاشو برو سراغشون. کلانتری همینجا سر چهار راه سمت چپ. پلیس خودش باید بیاد اینجا. آخه مگه ما چی کارت کردیم؟ کی گفته که شما کاری کردی؟ خب دختر خوب، میدونی اگه پلیس بیاد اینجا فکر میکنه ما برای تو مزاحمت ایجاد کردیم. خودت که دیدی من یه پسر بزرگ دارم، الانم گفتم تو آشپزخونه بمونه بیرون نیاد. خب نه، من خودم بهشون میگم که من خودم میدونم که چی به پلیس بگم و اونا میدونن که چی کار کنن. مثلا چی کار میکنن؟ تو تا حالا خونه فرار کردی؟ نه خیر. تا حالا فکر فرارم نزده به کلت؟ خب نه، واقعا نه. برای چی من باید فرار کنم؟ دک، حرف زدن با تو که فایده ای نداره. خب تو گفتی پلیس خودش میدونه چه کار کنه، خب بگو ما هم همون کارو بکنیم. وا مامان، هیچ معلوم از چی داری میگین؟ این که خلاف نکرده، اگه خلاف کرده بود نمیگو پلیسو خبر کنی. دخترم تو که خلاف نکردی، پلیسو برای چی میخوای؟ خب شما تا بال فرار نکردین، اما فیلمای پلیسی که دیدین، ببین به محض اینکه پلیس وارد میشه اولین کاری که میکنه اسم و مشخصات ننه بابای آدم از آدم میپرسه. آره تو هم گفتی. خب معلومه اگه بپرسم من میگم. خب به ما بگو، به خانوادت خبر بدیم بیان دنبالت ببرنت. همچی میگی خانواده؟ یکی ندونه فهم کنه ایلو تبار ناصرالدین شاه پشت سر منه. با من فقط دار دنیا فقط یه مامان دارم. خب اون بنده خدا نگرانته. مامانم نگران هیچی نیست. اصلا نمیدونه نگرانی یعنی چی. بابا این دختره روانیه. تو مگه روان پزشی؟ من میگم این دختر خلافکاره. ده تو مگه پلیسی؟ بابا بچه ها من فکر میکنم این دختره اصلا اهل هیچ فرقه نیست. ده اشتباه همینه خانم جون، من اهل همه رقم خلافی هستم. 3 سال توی کلاس درجه زدم، بعد که کمپلت منو مدرسه انداختم بیرون، اینقدر دوست رفیقامو بردم خونه که همه همسایه‌ها شاکی شدن. توی 4 تا کلانتری هم من پرونده دارم. نگاه کن سب کن. ای چی شد؟ این چیز رو اون ببینید، ببخشید یه لحظه. بفرم. آه ببین اینجوریه. بله بله. امید چرا پسش دادی؟ آخه چاقوه خودشه. ای خدا تو چرا اینقدر خنگی؟ خطرناکه؟ نه بابا اینا اسباب بازیه، قیمتی هم نداره. 3-4 تومن. چند خریدی شما؟ 4.5. بابا گرون بهتون دادن دیگه، 3.5 ایناست. دروغ نگو. ایوا. خب دیدن این دختر چیزی حالیش نیست، برای همین بهش گرون دادن. مامان ما اینجا جونمون در خطر، شما نشستید در مورد قیمت چاقو سر و کله میزنین. بیا بشین، بیا بشین اینجا دخترم. چشم. نترس، تو که خودت این همه خلاف کردی نباید از ما بترسی. نمیترسم. آفرین دختر خوب. بشین. بفرم. امید پاشو برو بیرون. امید پاشو. چوبو خطر. مگه نگفتی اسباب بازی؟ نه واقعی اشتباه کرده بودم آخه. امید پاشو. چشم. خوب دختر خوب، حالا اون تلفن و شماره مامان تو بگی، بده من با حرف بزنم. چشم. الو سلام خانم. دیدی نیومد؟ بهتر نبود پلیس بهش زنگ بزنه؟ لابد خوابه دیگه، مثل بابای ما که اصلا نپرسید شما کجا هستی. خیلی بابا اینقدر خسته بود انگار داشت تو خواب حرف میزد. حال نیست که ما صبح تا اینجا داریم همون آفتاب میگیریم. خب تو هم وقتی همسن بابا شدی اینقدر بخواب تا خسته شی خوبه؟ بله، منم اگه یه پسر ساده ای داشتم که جورمو میکشید حتما. چرا؟ خب معلومه دیگه، من اینجا هستم خیالش راحته. با تو نبودم نیوشا، با تو هم. من
آره، چرا اینقدر مادرتو اذیت میکنی؟ چه اصراری داری که تنشو بلرزونی؟ میدونی اگه پلیس بهش تلفن کرده بود اون بنده خدا الان چه حالی پیدا میکرد؟ شما نمیخواد نگران بشین، هیچ اتفاقی برای مامان من نمیفته. نیوشا، پس بنده خدا اسمشو راست گفته بود. نه خانم، گفتم فردا بعد از ظهر. حالا ساعت دقیقش رو نمیدونم دیگه. خودم که صبح اومدم کارخونه، حالا هماهنگ میکنیم. یادت نره به مهندس احمدی هم زنگ بزنی. خداحافظ. که چی منو کشوندی تا اینجا؟ تو نگفتی من هزار فکر میکنم؟ من که مردم تا اینجا رسیدم. ببخشید، جلسه‌تون نصف کاری ول کردین اومدین. کار زندگیتون ول کردین اومدین، نه؟ اتفاقا بله. تو هم خبر داشتی که چقدر این جلسه مهم بود. بله میدونستم. منم مخصوصا برنامه امشب رو جور کردم که این نمایش اینجا اجرا شه. صداتو بیار پای مردم میشنون. اصلا میخوام همه بشنون. ببین، تو اگه حرفی داری به من بگو، بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. من فکر میکنم تو اینقدر بزرگ شدی که. ولی من اصلا اینجوری فکر نمیکنم. چیه؟ تعجب کردی مامان جون؟ از چی تعجب کردی؟ از اینکه من مثل شما فکر نمیکنم یا اصلا از اینکه فکر میکنم؟ چیه نیوشا، همشه باید لال باشه؟ باید خفشه بمیره؟ زده به سرت. بله، یه چیزی خورده تو کلم، خواب از سرم پریده. من که اصلا نمیفهمم تو چی میگی. از کی تو رو اومدی اینجا؟ میگم ساعت چند اومدی اینجا؟ ببخشید خانم، دختر من ساعت چند اومد اینجا؟ بله، از زور تا حالا اینجاست. بله، ایشون از زور تا حالا یه دونه شیرکاکاو و دو تا قهوه و چند تا آب میوه و کیک و چاقوکشی و اینا هم داشتن که اینا تو قابل نداره مزه. پس تو امروز دانشگاه نرفتی؟ دانشگاه؟ مگه دانشگاه اخراج نشده؟ اخراج؟ نه، دختر من شاگرد اولی دانشگاه. این دخترتون؟ بابا این که میگفتش که من نمیدونم خیلی خلافم و خلافترین آدم محلمونم و تو کلانتری پرونده دارم، اخراجم کردن، همسایه‌ها شکایت کردن و اینا. که نیوشا، تو واقعا این نراجیف گفتی؟ بله، خودش همه این حرفا رو برامون گفت. دختر عاقل من، دختر نمونه من، واقعا که خانم، این دختر که اینجا نشسته دو تا زبان بلده، شاگرد اول دانشگاهشونه، تو ورزش والیبالیست ماهریه، شناگر قابلیه، صبح تا شب هم پای درس و مشقشه. من شب به زور باید اینو راضی کنم بخوابه، از بس که عاشق درسشه. بسه مامان. دروغ میگم من؟ بسه دیگه. نیوشا، من اگر خوب درس میخونم، اگه شاگرد اولم، اگه مدال میارم، فقط به خاطر اینکه تو منو ببینی، اما نمیبینی. تو یه جوری حرف میزنی انگار من نسبت به تو بی‌توجه. خب نداری دیگه، تو تمام فکر و ذکرت اینه که به همه ثابت کنی میتونم پس همه مشکلات بر بیاد. بس دیگه نیوشا. مامان جان، تو فکر میکنی من نمیفهمم؟ اینقدر خودتو درگیر کار کردی، غرق شدی که اصلا انگار من آدمم. ببین، برای من تو دنیا هیچ کس از تو مهمتر نیست. دروغ نگو. ببین دیگه شورشو درآوردی ها. مامان جان، تو چیو میخوای ثابت بکنی؟ از وقتی که بابای من مرده به غیر از روز اول تو اصلا یه قطره مشک ریختی؟ بعد از مراسم هفتشم که گذاشتی رفتی کارخونه، گفتی جلسه مهم دارم، شب که دیر اومدی. من آخه نمیدونم از دست تو چی کار کنم. بله تو درست میگی، من گریه نکردم واسه اینکه تو روحیتو از دست ندی، فهمیدی؟ شب هفتم زود رفتم کارخونه به خاطر اینکه یه جلسه خیلی مهم بود که به بودن و نبودن کارخونه بستگی داشت. اینا رو پدرت بهم گفته بود. آخر شبم رفتم سر خاک پدرت واسه اینکه حسابی گریه بکنم، واسه همین دیر اومدم، فهمیدی؟ هر کی رسید گفت کارخونه رو بفروش، با پولش راحت زندگی کن، ولی من نتونستم این کارو بکنم. برای اینکه فکر میکردم اون ثمره سالهای جوانی من و پدرته. من حق ندارم به خاطر راحتی خودم آینده ای تو رو فدا کنم. تو فکر میکنی من دوست ندارم مثل خیلی از مادرها بمونم تو خونه، واسه آشپزی کنم، با هم بریم بیرون بگردیم. ولی خب اون موقع چجوری باید با مایی رو که پدرت بر کارخونه گرفته بود پرداخت میکردم، چجوری باید جواب کارگره رو میدادم؟
تو چرا اینا رو به من نمیگفتی؟ من هر لحظه به عشق تو دارم کار میکنم، فقط واسه اینکه تو آینده خوبی داشته باشی، امکانات بهتری واسه زندگی کردن داشته باشی. دروغ میگی. باشه، دروغ میگم. فقط قرار کارخونه به نامت بشه، یعنی همه کاراشو کردم، فقط باید بیای امضا کنی. حالا دیگه خودت هر تصمیمی میخوای بگیر. مامان صبر کن. باشه باشه، چشم، الان را میافتی. خداحافظ. کی بود ماما؟ معلومه دیگه، زیبای خفته. کی؟ بابات بود، میگفت چرا دیر کردین، گازارو خاموش کردی مادر. بریم بریم برای بابات تعریف کنم مردم چه زندگی هایی دارن. بله، مردم چه زندگی هایی دارن. دختره دیوونه، مادرش این همه داره براش زحمت میکشه، پول و پله جمع میکنه برای آیندهش، بعد وقت دو قرتونیمش باقیه که چرا عصرونه برام آماده نکردی؟ حرف نیوشا این بود؟ آخ من بدبخت بیچاره، بابام بعد بره خونه بخوابه، از صبح تا شب اینجا زحمت میکشم تا این موقع خسته و کوفته. آخه این از انصافه؟ من چی من این دختر کمتره؟ بابا چه روی داری تو؟ دیدی که دختره نصف تو بود، شاگرد اول بود، مدال ورزشی داشت، دو تا زبونم میدونست. تو چی داری؟ اون امکانات داشته خواهر من، امکانات. خب تو از فردا صبح برو دنبال درس و مشقت، امکاناتش با من. چی میگی حالا؟ اصلا جنبه ندارین آدم دو دقیقه باتون درد دل کنه. بابا اینقدر بحث نکنیم با هم. باباتون براتون کشک بادیم جون درست کرده، گفت زودتر بیان که سرد نشه. بریم. ای بابا؟ بله، همون زیبای خفته که تو خونه مونده، شما بیان اینجا کار کنین. مامان میبینی در مورد بابا چجوری حرف میزنه؟ واقعا که آرزو، حیف اون زحمتایی که بابا برات کشیده. ای آخه بی چشم روی هم حد اندازه داره. ببخشید من دانشگاه رفتم ها. چه ربطی داره؟ خسته نباشید، بفهمید بفهمید، بریم کشک بادام جون بخوریم. بفهمید پدرم زحمت کشیده. همین که پیش هم باشی، همین که فرصتی باشه، همین که گاهی چشمام تو چشم آسمان.